امروز قراره به 1700 سال پیش، یعنی دوره ساسانیان، با همدیگه سفر کنیم. اینجا کرمانشاه، طاق بستان. طاق بستان علاوه بر این طبیعت زیبای پاییزی که با همدیگه میبینیم و این دریاچه چشم نواز، سه تا از مهمترین کتیبه ها و سنگ نگاره های مهم دوره ساسانی رو در دل خودش جای داده. امروز به بررسی تک تک این سنگ نگاره ها میپردازیم با جزئیات زیاد. اما نکته ای که هست شاید برای شما هم سوال باشه اینه که چرا این سنگ نوشته ها، این سنگ نگاره ها اینجا واقع شدن؟ برای پاسخ دادن به این سوال لازمه که برگردیم به یک پیشینه جغرافیای تاریخی این منطقه. ما در نزدیکی شهر کرمانشاه یک شهر باشکوهی داشتیم به اسم تیسفون که برای مدت‌های طولانی پایتخت ساسانیان بود. تیسفون در نزدیکی بغداد امروزی واقع شده. پادشاهان ساسانی کاخهای باشکوهی رو در نزدیکی کرمانشاه به علت اینکه خوش آب و هوا بوده و باغهای باشکوهی داشته می‌سازن. مشهوره که خسرو پرویز چند تا از مهمترین کاخهاش رو اینجا بنا کرده و اینجا از قیصر روم و پادشاه چین دعوت کرده و پذیرایی کرده. اما نکته دیگه‌ای که هستش، ما در نزدیکی کرمانشاه یک شهری داریم اسم سرپل ذهاب که ملقب بوده به دروازه آسیا. چطوری؟ ما هنوز هم آثارش رو داریم، یک تاقی از تاق گرا که گیت مرزی بین ایران و بین النهرین بوده و هر کسی که خواسته از اینجا عبور کنه باید از اون گیت میرفته، خراجی اگر لازم بوده میدادن یا همون تشریفات گمرکی که امروز داریم رو داشتن که مردم بین النهرین و ایران از اون عبور میکردن و مسیرش رو هم به اینجا ختم میشده. چرا به اینجا ختم میشده؟ ما سه تا شاهراه اصلی داشتیم که دقیقا از اینجا عبور میکرده و به اون طاق گرا میرسیده. راه شاهی، راه جاده، راه ابریشم و راه خراسان که بازرگانان، کاروانها و حتی سپاهیان از اینجا عبور میکردند. و خب پرواضحه که کسانی که از اینجا عبور کردند این تابلوی تبلیغاتی رو بدون اینکه ریالی براش هزینه شده باشه ببینن و بفهمن که اینجا پادشاه باشکوهی بوده و داستانهای اون رو که حالا میرسیم بعدم بهش که چه داستانهایی داشته، اهمیت این کتیبه ها، این سنگ نگاره ها در چیه رو ببینن و برای هزاران نفر بازگو کنن. درباره نامگذاری طاق بستان میشه به این اشاره کرد که طاق بستان در زبان محلی طاق بستان خونده میشه، گفته میشه. طاق رو که میدونیم همون طاق ساسانیه که مشهورترینش طاق کسراست در تیسفون، پایتخت ساسانیان، و بعد از اون دیگه ما معماری طاقی رو در اقصا نقاط ایران داریم. اما بستان اصطلاحاً به این اشاره داره که بنایی یا چیزی که در داخل سنگه، به سنگ بودن اشاره میکنه، یک طاق سنگی. اما در مورد این دریاچه زیبایی که در مقابل این سنگ نگاره ها ایجاد شده باید بگیم که احتمال زیاد اینجا یک عبادتگاه بوده یا آبش برای تبرک آناهیتا، یعنی آب نماد آناهیتاست، الهه آب و باروری، و آب رو آوردن برای تبرک بیشتر برای اینجا. ما در مقابل نقش برجسته اردشیر دوم ایستادیم و قراره در مورد این نقش برجسته که مهمترین و قدیمیترین نقش برجسته مجموعه طاق بستان هست صحبت کنیم براتون. اما قبل از اینکه بیایم در مورد این نقش برجسته صحبت کنیم لازمه که به پیشینه اون برگردیم و داستان شاپور دوم که اسمش رو شنیدید صحبت کنیم. شاپور دوم ساسانی به ذوالاکتاف مشهور بوده. چرا به این اسم مشهور شده؟ به این خاطر که وقتی میخواد بره انتقام پدرش رو که توسط اعراب کشته شده بودند بگیره، اسیرانی که دستگیر شده بودن توسط سپاه ساسانی رو مجبور میکنه که یک سوراخ در بین کتفهاشون ایجاد بشه و یک زنجیر در اونها رو از طریق این سوراخی که در کتفشون هست غل و زنجیر کنن. برای همین به ذوالاکتاف، یعنی
صاحب کتف‌های زیاد مشهور میشه. یک نکته دیگه و جالبی که هست در مورد شاپور دوم اینه که ایشون 3 ماه بیشتر از عمرش سلطنت و پادشاهی کرده. چطور؟ وقتی که پدرش کشته میشه ایشون 6 ماه تو شکم مادرشون باردار بودن احتمالاً البته، و از اون وقت پادشاهی به ایشون رسیده تا بزرگ میشه و پادشاهی ساسانی رو تثبیت میکنه و پایه‌های قدرت رو میگیره. در این حین یک اتفاق دیگری هم میفته، اینه که موها و موبدان زرتشتی، روحانیت زرتشتی قدرت بیشتری پیدا کردن و شاه دوباره اون جایگاه سابق خودش رو به عنوان در رده خدایان قرار میگرفت نداره. یعنی یک تثبیت و افول هم داریم در این دوره. اینطوری میگذره تا در 70 سالگی فوت میکنه، حالا به مرگ طبیعی احتمالاً، و پسرش شاپور سوم قرار جانشین ایشون باشه. ولی در این حین یک اختلافی پیش میاد و عموش ادعای قدرت میکنه. عموش یعنی اردشیر دوم ساسانی که در این کتیبه هم در قسمت وسط تصویرش رو میبینیم. اردشیر دوم ادعای تاج و تخت میکنه، به تخت مینشینه 4 سال و برای اینکه بتونه این حقانیت رو، این مشروعیت رو به خودش ببخشه، مجبور بوده یک کار رسانه‌ای انجام بده، همونطوری که گفتیم سر راه شاهی، راه ابریشمی که همه بیان رو ببینن. اگه بیایم به تفسیر خود کتیبه بپردازیم، ما در وسط این کتیبه تصویری از اردشیر دوم رو می‌بینیم که در حال دریافت حلقه قدرت هست از اهورامزدا. نکته‌ای که هست در مورد اهورامزدا، تفاوت اهورامزدا با تصویر شمایل اهورامزدا در بین هخامنشیان و ساسانیان، ما در دوره هخامنشی اهورامزدا یک حالت الهی و قدسی و آسمانی داشت، ولی در دوره ساسانی، در سنگ نگاره های ساسانی، ما اهورامزدا رو در یک هیبت انسانی میبینیم که تصویر سمت راست تصویر اهورامزدا است. ما دست اردشیر دوم رو بر روی دست چپش رو بر روی شمشیرش میبینیم که نماد جنگاوری اونه. و خود حلقه قدرت هم اولا اینکه بود آسمانی و مشروعیت الهی بهش بده، و اون دایره، اون حلقه بودن هم نماد جاودانگی، پایداری، تکامل و کامل بودنه. در سمت چپ تصویر هم ما تصویر میترا رو میبینیم. میترا الهه روشنایی، عهد و پیمانه. این به این خاطر اینجا هست میترا، که بیاد شاهدی باشه بر این عهد و پیمان و قدسیت بیشتری به این داستان و تاجگذاری بده. در دست میترا ما شاخه ای از برسم رو میبینیم. برسم شاخه های از انار و درخت گس هستش که در مراسم های روحانی ازشون استفاده میشده که بتونه باز بر این فضای قدسی بیفزاید. زیر پای میترا ما گل نیلوفر رو داریم. نیلوفر نماد آگاهی، دانش و از سختی و رنجی عبور کرده و رها یافته است. اما زیر پای اهورامزدا و اردشیر دوم که دستهاش مشخصه، هرچند اختلاف نظر هست ولی باستانشناسان احتمال میدن نگاره پادشاه روم جولونیوس باشه که توسط اردشیر دوم کشته شده. چپ نقشنگاره اردشیر دوم یک تاقی داریم، تاق کوچک مشهور هستش، که در اون ما دو تا از پادشاهان ساسانی رو میبینیم. یافته های باستانشناسی به ما میگن که احتمالاً این دو تا نقش برجسته نقشنگاره متعلق به شاپور دوم و شاپور سوم هستش، که به دستور شاپور سوم، همونطور که در نقشنگاره قبلی اشاره کردم، پادشاهی از توسط عموش اردشیر دوم ازش سلب میشه و 4 سال به فاصله میفته. حالا چرا ما همچین احتمالی رو میدیم که کدوم یکی از کجا تشخیص میدیم؟ یعنی شاید توضیحش خیلی ساده باشه، ولی سالها بدون شک وقت باستانشناسان و کارشناسان رو گرفته که تا به این نتیجه برسن. تحقیقات نشون داده که
سکه ها تاج و سبک تاجشون در سکه های ساسانی متفاوت بوده پادشاهان در ادوار مختلف، و ما از روی تطبیق تاج و سکه و نقشنگاره ها متوجه میشیم که احتمالاً نقشنگاره سمت راستی تصویر شاپور دوم و سمت چپی تصویر یا نقشنگاره شاپور سوم هست. انگیزه ای هم که برای ساختن این نقشنگاره هست قطعا شاپور سوم، برای اینکه مشروعیت رو دوباره به خودش برگردونه هست. و سندی هم که برای این داریم، ما در گوشه های تاق، یعنی قسمت یه حالت مثلثی شکلی داره در دوتا گوشه، با خط پهلوی ساسانی، پهلوی دوره میانه، فارسی دوره میانه متونی نوشته شده. اگرچه خوندن خط فارسی میانه و خط پهلوی خودش یکی از سختی های کار زبانشناسان هستش، اونم به این علت که ما 7-9 خط داشتیم در دوره ساسانی و تغییر کردن حروف الفبا در ادوار مختلف از ابتدای شروع ساسانیان تا انتها، و این کار رو خیلی سخت کرده. اما متنی که الان در دسترس ماست و ترجمه شده اشاره به این داره که شاپور سوم خودش رو در امتداد پادشاهی پدرش میدونسته و خواسته این رو اعلان کنه که عموش این 4 سال رو نابحق اومده و این کار رو کرده و این مشروعیت طبیعی، حق طبیعی خودش بوده و احقاق حق کرده که دیگران هم بدانند، هر کسی که از این جا میگذره. در مقابل بزرگترین ایوان مجموعه طاق کسرا ایستادیم، بدون اغراق با شکوه ترینشون. ما اینجا یک پرده سینمای کامل رو میبینیم که میتونیم ساعتها بهش نگاه کنیم و ازش لذت ببریم، و برعکس بقیه سنگ نگاره هایی که اینجا هستند، جزئیات بیشتری از دوره خودشون هست. اولا بحث طاقی بودن و ایوانی بودن، یک ماتاق رو تو معماری ساسانی به حد اعلای خودش دیدیم و میبینیم، و این طاقی که این طاق بزرگی هم که اینجا در مقابلمون هست، یادآور طاق کسرا، طاق ایوان کسرای تیسفون هست، پایتخت پادشاهان ساسانی. در قسمت بیرون روی طاق با یک دهیم روبن تاجی که با پارچه ایجاد شده بوده آراییده شده، در کنارش دو تا فرشته بالدار می‌بینیم. این فرشته‌ها خدایان نیکه، در خدایان یونان باستان نیکه هستش که الهه پیروزی هستش. وارد طاق که میشیم، یک طاق قسمت روبروی مقابل یک تصویر دو طبقه میبینیم، دو تا تصویر میبینیم. تصویر بالایی تا سالها فکر میشد که خسرو پرویز هستش که در حال گرفتن حلقه قدرت از اهورامزدا باشه، ولی تحقیقات به عمل آمده این تردید ایجاد کرد و احتمالاً پیروز ساسانی باشه، شخصیت شاهی که هست. پیروز ساسانی در به صورت تمام چهره نیم رخ و چهره نیم رخ داره و بدنش هم تمام رخ رو به ماست، و از اون طرف هم که یک دستش رو با دست راستش، ما در تمام سنگ نگاره های ساسانی کلن کسی که با اهورامزدا در حلقه قدرت رو میگیره با دست راست حلقه قدرت رو میگیره، و دست چپش هم بر روی شمشیرش هست، قبضه شمشیرش به نشان از این که مرد میدان هست، نشان از جنگاوری اون داره و مرد عمله. حلقه قدرت رو هم که توضیح دادم، نماد تکامل، کامل بودن هست، و این مشروعیت الهی خودش، مشروعیت آسمانی خودش رو از اهورامزدا میگیره. اهورامزدا در تصاویر در سنگنگارهای ساسانی به هیبت یک انسان هست و در اومده پشت سر پیروز یا پادشاهی که احتمالاً پیروز هست، ما آناهیتا رو میبینیم. آناهیتا الهه آب در ایران باستان هستش و معابد زیادی رو به اسم ایشون داریم، و علت اصلیش هم اینه که ما در ایران بحران آب داشتیم. در دستان آناهیتا، در دست راستش که به سمت پادشاه گرفته شده، یک حلقه میبینیم، و در دست چپش یک سبو، یک کوزه‌ای هست که از اون آب سرازیر میشه به روی زمین. احتمالاً گفته میشه که
در اون سال یک خشکسالی عظیم ایران رو فرا گرفته بوده، برای همین آناهیتا از کوزه خودش برکت و آب رو به این سرزمین داره سرازیر میکنه. اما در مورد سنگنگاره قسمت پایین ما یک دلاور رو میبینیم، یک دلاور کاملا زره پوش سوار بر اسب، تقریبا بدون فعلا بدون هیچ تردیدی این سنگنگاره مربوط به آقای خسرو پرویز افسانه‌ای که داستانش همون خسرو پرویزی که در افسانه یا تراژدی شیرین و فرهاد یا خسرو شیرین هم اون رو می‌بینیم. خسرو پرویز تقریبا یکی از مهمترین و مشهورترین پادشاهان ساسانی بوده و اسبی هم که بر اون سواره شبدیز بوده. شبدیز یک اسب کاملا سیاه بوده و به خاطر اینکه کاملا سیاه بوده و شبیه شب بوده با همین عنوان اسمش رو گذاشتن. شبدیز رو شیرین به خسرو پرویز اهدا کرده و احتمالا خواهرش یه خواهر دوقلویی داشته شبدیز به اسم گلگون که اسب خود شیرین بوده و از یک مادیانی که حالا به روایت اسطوره‌ای بدون اینکه با هیچ اسب نر دیگه ای خوابیده باشه در کنار یک دیری در ارمنستان این دوتا اسب زاده میشن که یکیش رو هدیه داده میشه به خسرو پرویز و دیگری برای خودش باقی میمونه. چرا این اسب و خود خسرو پرویز اینجا حکاکی و حجاری شده؟ داستان به این برمیگرده. خسرو پرویز علاقه خیلی وافری به شبدیز داشت، گفته بود که هر کسی بیاد خبر مرگ شبدیز رو برای من بیاره من اون رو خواهم کشت. القصه شبدیز میمیره و خبر مرگش رو کسی جرأت نداره بگه. باربد یا باربود به روایت امروزی موزیسین بارگاه خسرو پرویز بوده و میاد یک موسیقی بسیار حزینی رو مینوازه و در حدی که خسرو پرویز به گریه میفته و میگه مگر شبدیز پوت کرده مرده که این چنین حزین داری مینوازی. و باربد هم زیرکانه میگه هرچه شاه امر نماید. خسرو پرویز هم میگه خودت را و دیگران را نجات دادی و میپذیره مرگ شبدیز رو و یک مراسم آنچنانی براش گرفته میشه و دستور میده که بیان و اینجا به یاد بود شبدیز یک حجاری و نگاره ازش بسازن. و گویا هر بار که به کرمانشاه سفر کرده و از کنار این سنگ نگاره گذاشته و شبدیز به یادش افتاده باز هم گریه کرد. در دو طرف تاق هم دو تا سنگ نگاره هست، قسمت پایین سمت راست و چپ مربوط به شکار پادشاهان ساسانی، ولی قسمت بالایی که یه خورده معاصرتره مربوط به دوره قاجار، پادشاهان قاجار، مخصوصا دوره فتح علی شاه که تقریبا تنها ولی عهدی هستش که در شیراز بزرگ شده و دوست داشت خودش رو به پادشاهان کیانی و ساسانی منتسب کنه، میاد و همون روش رو ما چشم علی رو داریم که سنگ نگاره‌ای هست از خودش و خیلی جاهای دیگه این کارها رو میکنه و از جمله اینجا تا سالها چون خیلی شبیه یکی از شخصیت اصلی داستان به فتح علی شاه فکر میکردن فتح علی شاهه، ولی نه، گویا یکی از پسرها شاهزاده های قاجار فرزند فتح علی شاهه که به خاطر اینکه مادرش مسیحی و ارمنی بوده نتونسته به پادشاهی برسه و یک مدتی هم در کرمانشاه والی بوده، میاد و خودش رو همون مسیر پدرش رو و خودنمایی بیاد اثری از خودش به جای بذاره، میاد و در کنار این ایوان بزرگ که خیلی هم زیباست سنگنگاره خودش رو حجاری میکنه.